سلام، به تماشا خوش اومدید. من مریم عرفان هستم. در برنامه این هفته فرناز ضابطیان درباره زنان نقاشی‌هاش صحبت می‌کنه. در ادامه برنامه فیلم فریفته ساخته سوفیا کاپولا رو معرفی می‌کنیم. و عوامل نمایش طه درباره به صحنه بردن زندگی شاعری به نام حرف می‌زنن. من این هفته به گالری پیس لندن اومدم که این روزها میزبان آثار ناتالی دوپاسکی است. هنرمندی فرانسوی که حدود 40 سال میلان زندگی میکنه و طراحی‌ها، نقاشی‌ها و آثار حجمیش اینجا به نمایش در اومده. ناتالی دوپاسکی از اعضای گروه منفیس بود. گروهی که به همت تعدادی از معمارا و طراحای ایتالیایی در سال 1981 میلادی در میلان تأسیس شد و کارشون طراحی مبلمان و پارچه و ساخت اشیایی از جنس فلز، سرامیک و شیشه بود. ما اینجا مجموعه ای از کارهای قدیمی ناتالی دوپاسکی رو در کنار آثار جدیدترش نشون میدیم. تلاشمون این بوده که کل گالری رو به چشم یک چیدمان واحد نگاه کنیم. همه این آثار بخشی از دنیای یوتوپیک یا آرمانی دوپاسکی است. در آثار دوپاسکی ارجاعهای زیادی به مفاهیم یوتوپیا، فضا، هنر رنسانس، مدرنیسم و معماری مدرن وجود داره. کارهاش میتونه شما رو یاد جورجیو موراندی، نقاش ایتالیایی بندازه که تمام عمرش طبیعت بیجان میکشید. یا ممکنه این آثار شما رو یاد معماری لوکوربوزیه بندازه. ممکنه حجم‌هایی رو که در این نمایشگاه هست ببینین و از خودتون بپرسین آیا ماکتن، مجسمن یا شهرهای خیالی‌ان؟ شاید اصلاً انتزاعی‌ان. جورای مختلفی میشه به این کارها نگاه کرد. مجموعه این کارها رو باید در کنار هم به شکل یک کل عظیم در نظر گرفت. در بین کارهای نمایشگاه من این تابلو رو که یه منظره شهری آرمانی خیلی دوست دارم. از خودم میپرسم این چیه؟ باغه؟ اون یکی آیا یه درخت سروه؟ اون فضای خالی سمت چپ رو ببینین که قاب قرمز دورشه. جالبه که قاب دور کل کار نیست و کنارشه. کار دوپاسکی طنز داره. می‌خواستیم نمایشگاهمون یه مرکز ثقل داشته باشه. برای همین یک فضای اتاق مانند درست کردیم وسط گالری که دیواراش قرمزن و چند تا تابلو و یک کار حجم توش هست. اگه دقت کنین می‌بینین که به ازای هر نقاشی در این اتاق یک کار حجمی در این نمایشگاه هست که با اون نقاشی مرتبطه. ممکنه این کار داخل فضای اتاقک باشه یا بیرون اون، اما به هر حال این ارتباط بین کارها وجود داره. So it's all about looking the second edition. بریم سراغ نقاشی که زنان موضوع اصلی کاراش هستند. فرناز ضابطیان، هنرمند ایرانی ساکن امریکا، درباره کارش میگه تلاشم اینه که در نقاشیام توجهم به رخدادهای زندگی روزمره رو نشون بدم. زنان موضوع اصلی کارهای من هستن، اونم زنانی که به همون منطقه تعلق دارن که من مال اونجا. بهار و تابستون امسال در موزه هنری پنینسولای کالیفرنیا نمایشگاهی از آثار خانم ضابطیان برپا بود. تماشا به این مناسبت با ایشون گفتگو کرد. The
زنان نقاشی های من به نحوی درگیر یک جدال تروماتیک با خیشتن خیشن. این پورتره ها با بیانی بسیار اکسپرسیو، با صورت‌های در هم شکسته، به نوعی نگاهی به بیرون دارن. این نگاه بیرون از نظر من به این تصویر یک انسجامی میده که شما وقتی نگاه کادر میکنین شما رو نگه میداره در اونجا. امیدی که به بیرون دارن کاملا میتونه یک حس شخصی باشه که من به دنیا دارم. انقدر که این تصویرها شروع میکنم به گفتگو با مخاطب و درگیر یک مالی خولیایی ذهنی هستن. وجود این آبژه هایی که شما در نقاشی های من میبینین جنبه های کاملا شخصی داره که من از قصد کلن خیلی روی پرداخت اونها کار نمی کنم و اشاره کوچیکی به حالت رومانتیک ذهنی یا فانتزی و شاعرانگی ذهن یک زن داره. چشم ها تنها دریچه ارتباط انسان با محیط بیرونشون هستن. الان از نظر من اسکیزوفرنی یکی از بیماری‌های کاملا دنیای متجدد امروزه و من سعی کردم که در این پروژه جدید کاریم که شروع کردم به این مبحث برسم. برای من قدرت زن به عنوان خالق، به عنوان رهبر یک خانواده بسیار با ارزشه. واقعیتش بخواین اون قدرت و زیبایی قدرتی که یک زن داره رو نمیخوام بهش عنوان تکذیب کنم، اما این خیلی مهمه که درد اجتماع و درد روز رو یک هنرمند بیان بکنه. حالا جدا از زیبایی‌هاش، زندگی تلخی‌های خودش هم داره و این تلخی‌ها بعضی‌ها با دیدن تلخی احساس همدردی می‌کنن، بعضی اوقات هم که با اینکه بعضی‌ها نگاه نمی‌کنن و سعی می‌کنن که نبینن، ایگنور کنن مسائل رو، گاهی اوقات یه هنرمند نقاش وظیفه داره بیستونتشون چند لحظه و یک چیزی رو یادشون بندازه که شاید خیلی وقت از یادشون رفته. برای من نقاشی زندگیمه. من خیلی خوشحالم از این موضوع، احساس کنم خیلی خوشبختم که همچین توانایی رو دارم که میتونم زندگی رو تجربه کنم که در همه جاش عشقه. من به نظر من امن‌ترین جای دنیا اون بهشتی که ما توی داستانهای مذهبیمون داریم واقعا برای من استودیومه، جایی که وقتی میام توش احساس میکنم که هیچ چیزی نمیتونه به من صدمه ای وارد بکنه، نه حالا از لحاظ شنی داری نه از لحاظ دیداری، و همه چیزی که دقیقا شبیه امپراتوری من میمونه که من درش به جای اینکه از آدم ها برای آدم ها رهبری کنم و تعیین تکلیف کنم، برای رنگ ها و فرم ها
شعر میگم. بیگال به معنی فریفته یا اغوا شده عنوان فیلم جدید سوفیا کاپولا کارگردان امریکاییه. تیم روبی منتقد سینمایی روزنامه تلگراف این فیلم رو که خانم کاپولا به خاطرش بهار امسال در جشنواره فیلم کن جایزه بهترین کارگردانی رو گرفته برای تماشا مرور کرده. You know you're not supposed to go that far. Is he dead? No, not yet. Quick, we need to move him to the port. This is a film about a civil war. فیلم فریفته ساخته سوفیا کاپولا در دوران جنگ‌های داخلی آمریکا اتفاق می‌افته. فیلم درباره یه سرباز زخمی با بازی کالین فرل که از هنگش جدا افتاده. وقتی شاگرد یک مدرسه شبانه روزی دخترونه این سرباز در حال مرگ رو پیدا میکنه، برای نجات جونش او رو به مدرسهشون میبره. اونجا با وجود اینکه مرد زخمی سرباز نیروهای دشمنه، مدیر مدرسه و معاونش که نیکول کیدمن و کریستن دانس نقشش رو بازی میکنن، تصمیم میگیرن بهش پناه بدن و ازش پرستاری کنن. در ادامه فیلم سرباز اسیر که میترسه زنها او رو تحویل ارتش جنوب بدن، سعی میکنه با اغوای این زنان اونها رو به جون هم بندازه و خودش رو نجات بده. We can show him some real southern hospitality. Corporal McBurney's stay here has taught us all a very important lesson. Can I get you anything? The enemy is not what we believe. فیلم‌های سوفیا کاپولا اغلب درباره حلقه‌های زنانه بسته‌ای‌اند که مردها رو به گروهشون راه نمی‌دن. فیلم‌های خودکشی باکره‌ها یا بلینگ رینگ و ماری آنتوانت سوفیا کاپولا هر سه فیلم‌های زن‌محوری‌اند که مردها به حلقه اصلیش راه ندارن. در فیلم فریفته مردی به حریم مقدس این حلقه بسته تجاوز می‌کنه. بنابراین در مقایسه با فیلم‌های قبلی این کارگردان مسئله روابط جنسی پررنگ‌تره. سوفیا کاپولا گفته که قبل از این فیلم صحنه هماغوشی کارگردانی نکرده بوده و کارگردانی این صحنه ها براش راحت نبوده. علاوه بر صحنه هماغوشی، چند صحنه اروتیک هم در فیلم هست، مثل صحنه ای که مارتا پای سرباز اسیر رو مداوا میکنه. این صحنه رابطه پرتنش بین این دو نفر رو به خوبی نشون میده. Is your leg paining you? Some. Well, I hear numbness would be more grave. Indeed. There's some brandy if you wish. Now that would be a pleasure. It's not being offered for your pleasure, only for your comfort. Yes, ma'am. I must remind you, Corporal McBurney, you are not a guest here. You are a most unwelcome visitor, and we do not propose to entertain you. Well, I wouldn't expect it, ma'am. Although you'll find I'm easily amused. فریفته یه نسخه قدیمی تر هم داره، مال سال 1971 که دان سیگال کارگردانیش کرده. شخصیت مارتا که جالب ترین شخصیت این فیلم رو جرالدین پیج بازی میکنه. پیج برخلاف نیکول کیدمن مارتا رو زنی هیستریک در آورده. در فیلم سیگال در صحنه‌ای که مارتا پای سرباز اسیر رو میبره، تا حدی اینطور به نظر میاد که این کار رو فقط از روی نفرت و خصومت انجام داده. اما تو فیلم کاپولا ماجرا روشن‌تره و ما می‌فهمیم که چرا مارتا مجبور میشه پاش رو قطع کنه. برای همین مارتای کاپولا و نیکول کیدمن آدم منطقی تریه. به نظر من نیکول کیدمن نقش رو خوب درآورده، هرچند جزو درخشان‌ترین کارهاش نیست. اما باید بگم که بین بازیگرهای فیلم بازی کریستن دانست از همه چشمگیرتره. کاپولا قبلا هم در فیلم‌های خودکشی باکره‌ها و ماری آنتوانت با او کار کرده و معلومه که با هم خوب می‌سازن و همین هم به بازی خوب دانست برای ایفای نقش یک زن مطیع و محجوب کمک کرده. That dress is very becoming, Miss Edwina. Thank you. There might be other attractive shoulders here if we were all permitted to wear such dresses. I wouldn't say it's entirely suitable for a young lady's school, but we know Miss Edwina is accustomed to town society with different views. I would suggest that we change the subject and that Miss Edwina draws her shawl.
will avoid any more speculation on the subject. It's the best meal I've had in a long time. Thank you, ma'am. It certainly is a difficult thing to handle the kind of pedophilia. به نظر من با توجه به حساسیت‌های جوامع امروزی در مورد کودک‌آزاری، به تصویر کشیدن رابطه بین سرباز و کوچکترین دختر مدرسه، موضوعی که فیلم دانسیگال در سال 1971 به اون پرداخته، در جامعه امروزی ممکن نیست. برای همین هم سوفیا کاپولا این بخش داستان رو حذف کرده. کارگردان در مورد تنها شخصیت سیاه پوست فیلم اصلی هم تصمیم مشابهی گرفته. کاپولا فقط با یه خط دیالوگ اینکه برده ها فرار کردن این بخش از داستان رو کنار میگذاره. کاپولا گفته که به نظرش این فیلم جای مناسبی برای پرداختن به موضوع مهمی مثل بردهداری نبوده و خودش رو هم کارگردان مناسب برای پرداختن به این موضوع نمیدونه. با این حال اینطور به نظر میرسه که کارگردان خواسته از پرداختن به یه موضوع دشوار فرار کنه. رابطه بین سرباز با بازی کلینت ایستوود و زن برده یکی از نکته‌های درخشان فیلم دانسیگال بود، برای اینکه سوال‌های زیادی درباره نژاد و برخورد آدم‌های مختلف با هم مطرح می‌کرد. به نظر من کاپولا با کنار گذاشتن این دو موضوع که ممکن بوده براش دردسرساز باشه، سعی کرده فیلم رو در قالبی که براش راحت‌تر کار کنه. فیلمی که دان سیگال ساخت یه جور خامی داشت که فیلم رو پرتلاطم و هیجان انگیز می‌کرد. فیلم کاپولا هرچند خوش ساخته و ترتمیزتره، اما برندگی نسخه قدیمی رو نداره و این باعث شده فیلم بخشی از جذابیتش رو از دست بده. طه محمدعلی شاعر فلسطینی که 6 سال پیش درگذشت از چهره‌های مهم ادبیات معاصر عربه. برخلاف بسیاری از شاعران جهان عرب که به عربی رسمی یا عربی کلاسیک شعر میگن، طه محمدعلی از زبان محاوره‌ای استفاده میکنه. زندگی او موضوع نمایشیه که اخیراً در تئاتر یانگ ویک لندن به روی صحنه رفته. تماشا با کارگردان و بازیگر این نمایش گفتگو کرده. My father's diwan was the most important thing for him, and he would sell everything we had in order to keep it open. The day my sister Ghazali was born, and before I had the first shade of a mustache, and before I turned the age of 10, I understood our family needed a provider and fast, or else my father would have to beg to feed for his family. The play is about Taha. محمد علی فلسطینی پوئت. این نمایش درباره طه محمد علی شاعر فلسطینیه که در ناصره زندگی میکرد. طه در صفوریه به دنیا آمده بود و در سال 1948 پس از نابودی روستاشون در جنگ و آوارگی تعداد عظیمی از فلسطینیا که ما بهش میگیم نکبه همراه با خانوادهشون راهی لبنان شد. سالها بعد اون دوباره مخفیانه از مرز رد شد و به فلسطین برگشت. طه درباره غلبه بر آسیب روانی و رنجه. داستان زندگی مردیه که با وجود نابودی همه چیز زندگیش و فروپاشی اوضاع سیاسی کشورش تونسته خورده شیشه های این زندگی رو جمع کنه و باهاش معنای خلق کنه. I had an idea. I would buy eggs from the villagers and sell them in the city for a profit. I asked my neighbors, Ahmed and Hussein, who had a pickup truck, if I could sell eggs with them in the city market. Despite Ahmed's protest, Hussein said, collect all the eggs that you have and we will take you to Haifa. What you sell is yours. Haifa? I had never been to Haifa before. طه محمد علی یکی از مهمترین و نوگراترین شاعران معاصر جهان عربه. اغلب شاعران ما اشعارشون به عربی کتابی یا الفاظ هاست، اما طه در اشعارش از گویش روزمره استفاده میکنه.
او سبک قدیم رو کنار میگذاره و به عربی محاوره‌ای مینویسه. اشعارش نرم و انسانیه و ما در این نمایش سعی کردیم به این جنبه از زندگی، شخصیت و شعر طه بپردازیم. Haifa was breathtaking. It was a city shining new cars and buses, busy streets lit with electric lights, fancy shops and fancy restaurants. There were so many factories, theaters, and there was so much music. People from all places dressed with beautiful dresses and silk scarves, handsome suits and cravats. از اونجا که داستان زندگی طه خیلی شبیه به ماجراهایی که برای پدر بزرگم اتفاق افتاد، دلم میخواست این داستان رو روی صحنه ببرم. پدر بزرگ منم مثل طه از روستای محل زندگیشون به لبنان رونده شد و بعد دوباره به فلسطین برگشت و زندگیش رو که جنگ نابود کرده بود از نو ساخت. از اونجا که داستان طه برای من و خیلی های دیگه یه داستان شناخته شده و قابل لمسه، نمایش رو در فلسطین روی صحنه بردیم. اونجا بود که متوجه شدیم این داستان میتونه ابعاد و مخاطب جهانی تری داشته باشه. اصل قصه طه حکایت مردیه که میتونه مثل ققنوس از دل خاکستر قد علم کنه. این موضوع محدود به فلسطین نیست، جهانیه. فکر میکنم که تجربه منحصر به فرد ما فلسطینی ها اینه که 70 ساله در وضعیت سیاسی حادی به سر میبریم و مدت هاست زندگیمون شرایط انسانی بحران زده ای داره. اما من فکر میکنم این شرایط، شرایط حقیقی زندگی انسانیه. Had seen Jews only once when I was a child. They were outside of our village. They must have been from some kibbutz, dressed in uniforms. They were surveying the area with binoculars. They wrote on maps and carried guns. Teenage boys and girls together. And the girls were wearing shorts. I could see their white knees. That was the first time I saw a girl's knee in my life. Characterizing Taha for me was the best research and preparing. وقتی نوبت به شخصیت پردازی طه رسید، فکر کردم بهترین کاری که میتونم انجام بدم دیدار با برادراش در مغازه طه تو ناصر است. ساعت‌ها اونجا موندم و فهمیدم که نحوه حرف زدن، حرکات، ابراز احساسات کردن و فکر کردنشون خیلی به طه نزدیکه. همه اینا به من کمک کرد تا حد ممکن به طه نزدیک بشم. After I sold all my eggs, I bought my first glass of ice cold lemonade. There were different kinds of smells in the air. The smell of delicious meat on grill, exhaust pipes, pine trees, shoe polish mixing with the smell of the bluest sea. به نظر من کاری که تئاتر بهتر از هر هنر دیگه ای انجام میده اینه که بیننده رو با کسی که داره داستان رو تعریف میکنه در یک فضا قرار میده. برای همین رابطه مخاطب با اثر رابطه‌ای کاملا انسانیه که دچار هیچ تحریفی نشده. داستانگو یا داستانگوها و بیننده ها در تئاتر دارن در یک فضا تنفس میکنن. بنابراین رابطه‌ای مستقیم بین دو موجود زنده برقراره. فکر می‌کنم برای همینه که بیننده‌ها در سالن تئاتر اینطور با دقت به همه چیز گوش میدن و توجه می‌کنن. حتی گاهی گاردشون رو پایین میارن و شما میتونید تأثیر عمیق‌تری روشون بذارید. دلیلش اینه که همه داریم یک فضا رو با هم شریک میشیم. Was the look on my father's face when I came home holding a 5-pound note. Back then, a policeman working for the British Mandate would only earn £4 a month. My father took a sip from his coffee and told my mother,
Fatmi, put some food on the table. Our Taha needs to eat. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه قبلی ما رو ببینید به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. برنامه این هفته رو با تصاویر یکی از نمایشگاه‌هایی که اخیراً در تهران برپا بوده به پایان میبریم. تا برنامه بعدی خداحافظ.